سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه کانال کتاب من، کانال خودتون رو تماشا میکنید. امروز اومدیم با یکی دیگه از داستان‌های کتاب کافه پاریس که 18 تا داستان خیلی جالب از مشاهیر بزرگ دنیا داخل خودش جا داده. و امروز ما می‌خوایم یک داستان به نام پاییز داغ از خانم آلیس مونرو رو براتون بخونیم. از کتاب کافه پاریس 18 داستان کوتاه از نویسندگان خیلی بزرگ که این کتاب رو سرپرست مترجمینش خانم مریم صبوری بوده و نشر کوله‌پشتی اون رو انتشار داده. داستان پاییز داغ اثری هست از خانم آلیس مونرو که مترجم این اثر در این کتاب خانم شیرین احدزاده بودن. بریم که داستان جذاب پاییز داغ رو با هم بشنویم. پاییز داغ. الان که گریس به دنبال خانه تابستانی خانواده تراورس در دره اوتاوا می‌گردد، سالهاست از زمانی که او آخرین بار در این حوالی بوده می‌گذرد و طبیعتاً همه چیز تغییر کرده است. بزرگراه شماره 7 مثل قبل از داخل شهرها عبور نمی‌کند و پیچ‌هایی که گریس به یاد می‌آورد حال به مسیری مستقیم تبدیل شده‌اند. در این منطقه از کانادا دریاچه‌های کوچک زیادی وجود دارد که روی بیشتر نقشه‌ها جای نمی‌شود. حتی وقتی دریاچه سابوت را روی نقشه پیدا کرد یا فکر کرد که پیدا کرده، متوجه شد که جاده‌های متعددی به آن ختم می‌شود. و باز وقتی گریس یکی را انتخاب کرد، متوجه شد که جاده‌های سنگفرش زیادی آن را قطع می‌کنند و همه نام‌هایی دارند که او به خاطر نمی‌آورد. زمانی که او بیش از 40 سال پیش اینجا بود، خیابان‌ها اصلاً اسم نداشتن، سنگفرشی هم وجود نداشت. فقط جاده خاکی به دریاچه ختم می شد و جاده دیگری بی نظم خاصی در طول دریاچه امتداد داشت. حالا اینجا یک دهکده، شاید هم شهرکی هومه‌ای، زیرا گریس هیچ اداره پست یا حتی یک بقالی درب و داغان هم نمی بیند. این محله به وسعت 4 یا 5 خیابان در طول دریاچه امتداد یافته و خانه ها در دسته های کوچک کنار هم ساخته شده. از ظاهر بعضی از آنها پیداست که صرفاً اقامتگاه تابستانی هستند، چون پنجره ها برای زمستان با تخته پوشانده شده، ولی بسیاری دیگر نشان از زندگی در تمام طول سال را دارند. ساکنین آنها حیات را با وسایل پلاستیکی ژیمناستیک، کباب پز، موتور و دوچرخه و میز پیکنیک پر کردند. بعضی از آنها در این روز گرم ماه سپتامبر پشت این میزها نشستند و نهار یا آبجو می‌خورند. افراد دیگری هم هستند که غیر قابل رؤیتند، احتمالاً دانشجو یا هیپی های پیری که تنها زندگی می کنند که پرچم یا ورقه های حلبی را به عنوان پرده استفاده کردند و خانه های کوچک معمولی و ارزانی دارند که بعضیشان برای تحمل زمستان مرمت شدند و بعضی نه. گریس ناامید شده و داشت برمیگشت که خانه 8 ضلعی یا حاشیه تزئینی دور تا دور بام و دری در هر یک از دیوارها را دید. خانه خانواده وودز. این خانه را با 8 در به خاطر داشت. گریس مانده بود، ولی حالا متوجه شد که فقط 4 در دارد. او هیچ وقت داخل این خانه نبوده تا بداند آیا فضای داخلی آن به اتاقهای مجزا تقسیم شده است یا نه. خانوم و آقای وودز پیر بودند. مثل حالا گریس و فرزند یا دوستی به دیدنشان نمی رفت. حالا خانه عجیب و اصیل آنها ظاهری تنها و غمگین داشت. خانه های همسایه با ضبط های استریو، وسایل نقلیه، درب و داغان، اسباب بازی ها و ابزارشان به 2 طرف آن چسبیده بودند. نیم مایل آن طرفتر خانه خانواده ترویس را هم در وضعیت مشابهی پیدا کرد. جاده‌ای که قبلاً با آن خانه ختم می‌شد، حالا از کنار آن می‌گذرد و خانه‌های مجاور حالا فقط چند فوت از ایوان سرتاسری به بزرگ آن فاصله داشتند. خانه خانواده ترویس اولین خانه از این سبک بود که گریس دیده بود، یک طبقه با سقفی که تا روی ایوان در 4 طرف اطراف آن امتداد می‌یافت. سبکی که بیننده را به یاد تابستان‌های داغ می‌انداخت. ولی بعد از آن در استرالیا خانه‌های زیادی به آن سبک دیده بود. قبلا میشد از روی ایوان به ته جاده خاکی خانه دوید، از روی علفزارهای هرز شنی و پایمال شده و توت فرنگی های وحشی گذشت و بعد داخل دریاچه پرید یا در واقع در آب راه رفت. اما الان گریس حتی به سختی دریاچه را میدید.
یکی از معدود خانه های تابستانی با گاراژی برای دو ماشین وسط همان مسیر ساخته شده بود. وقتی گریس تصمیم به این سفر گرفت، واقعا دنبال چه میگشت؟ شاید بدترین اتفاق ممکن این بود که دقیقا همون چیزی رو پیدا کند که به دنبالش بود. سقف سایه‌دار، پنجره‌های توری‌دار، دریاچه روبرو، گروه درختان افلاس سر، حفاظت کامل، گذشته دست نخورده، در حالی که به هیچ وجه نمی‌شد هیچ چیز مشابهی رو در مورد خودش گفت. یافتن چیزی که آنقدر زوال یافته که هنوز وجود داشت ولی شبیه خودش نبود، مثل خانه ترورس یا پنجره‌های اضافه شده و رنگ آبی براقی که به اون زده شده بود، در دراز مدت کمتر عذاب‌آور بود. اگر تمامش از بین رفته بود چه؟ اگر کسی پای حرفهایش می نشست، گریس ممکن بود غر بزند یا برای آنچه از دست رفته آه و ناله سر دهد. ولی آیا با پاک شدن پریشانی ها و تعهدات گذشته احساس آرامش به او دست نمی داد؟ این خانه را آقای ترورس ساخته بود. در واقع دستور ساختش را داده بود و به عنوان هدیه غیر منتظره عروسی به خانم ترورس تقدیم کرده بود. اولین باری که گریس آن خانه را دید، حدود 30 سال قدمت داشت. بچه‌های خانم ترورس فاصله سنی زیادی داشتند. گرچن 28 یا 9 ساله ازدواج کرده بود و بچه هم داشت. موری 21 ساله و سال آخر دانشگاه بود و نیل 30 چند ساله بود. اما نیل از خانواده ترورس نبود. او نیل بارو بود. این ازدواج دوم خانم ترورس بود. شوهر اولش مرده بود. چند سالی بود با تدریس انگلیسی بازرگانی در مدرسه منشیگری خرج زندگی خودش و فرزندش را در آورده بود. آقای ترورس به عنوان دورانی مشقتبار از این دوره زندگی او قبل از ملاقات با آقای ترورس یاد می‌کند. چیزی مثل کار اجباری که حتی با یک عمر زندگی راحت که آقای ترورس در اختیار او می‌گذاشت به سختی جبران می‌شد. خود خانم ترورس اینگونه درباره‌اش صحبت نمی‌کرد. او با نیل در خانه قدیمی بزرگی نزدیک راه آهن پمبروک زندگی میکرد که به چند آپارتمان تقسیم شده بود و بسیاری از داستانهایی که سر میز شام تعریف میکرد آنجا اتفاق افتاده بود. درباره بقیه مستاجران آن خانه یا صاحب خانه فرانسوی کاناداییش که خانم ترورس لهجه فرانسوی غلیظ و انگلیسی درب و داغانش را تقلید میکرد. این داستان ها میتوانستن عنوان داشته باشن، مثل داستان های جیمز تربل که گریس در گلچین طنز امریکایی خوانده بود، کتابی که اتفاقا در قفسه کتاب کلاس دهمش پیدا کرده بود. مثلا شبی که خانم کرومارتی پیر روی پشت بام رفت، یا خواستگاری پستچی از خانم فلاورز، یا سگ ساردین خورد. آقای ترورس هیچگاه داستان تعریف نمی‌کرد و سر میز غذا زیاد حرف نمی‌زد. اما اگر مثلا متوجه می‌شد که کسی دارد به شومینه سنگی نگاه می‌کند، ممکن بود بگوید به سنگ‌ها علاقه داری؟ و به شما می‌گفت که چقدر برای پیدا کردن آن سنگ گرانیت صورتی رنگ جستجو کرده است. آن هم فقط و فقط به خاطر اینکه خانم ترورس یک بار سنگی مثل آن را در کنار جاده دیده بود و از آن خوشش آمده بود. یا ممکن بود ویژگی‌هایی که خودش به خانه اضافه کرده است و چندان هم منحصر به فرد نبودن را نشانتان دهد. طبقات قفسه ظروف آشپزخانه را که رو به بیرون تاب می‌خورد، یا گنجه زیر پنجره‌ها. او مردی بلندقد و کمی قوزدار با صدای آرام بود و موهای کم پشتش را به کف سرش چسبانده بود. برای آبتنی کفش شنا می‌پوشید و علی‌رغم آنکه در حالت عادی چاق به نظر نمی‌رسید، گردی از گوشت سفید بالای مایه‌اش قلمبه شده بود. در آن تابستان گریس در هتلی در بیلز فالز درست شمال دریاچه سابوت کار میکرد. اوایل همان فصل خانواده ترورس برای صرف شام به آن هتل آمدند. گریس اصلا متوجه آنها نشده بود. شب شلوغی بود و میز آنها جزء مسئولیت او نبود. او مشغول چیدن میز برای یک گروه جدید بود که متوجه شد کسی منتظر است تا با او صحبت کند. او موری بود و گفت میخواستم بدونم مایلی دیگه موقعی با هم بیرون بریم. گریس همونطور که مشغول چیدن ظرف نقره بود نگاهی کوتاهی انداخت و گفت شرطمندیست؟ این را به این خاطر پرسید که صدای موری تیز و عصبی بود و شق و رق آنجا ایستاد، جوری که انگار خودش را مجبور به این کار کرده. و همه میدانستند که گاهی گروهی از پسرهای مستقر در کلبه ها شرط بندی میکردند که با یک پیشخدمت قرار بگذارند. قضیه صرفا شوخی نبود. اگر دختر قبول میکرد آنها واقعا سر قرار حاضر میشدند، ولی گاهی اوقات فقط جای می نشستند و حرف میزدند و دختر را به سینما یا حتی قهوه دعوت نمیکردند. بنابراین خجالت آور یا حتی فلاکت بار بود که دختری این پیشنهاد را قبول کند. موری با دلخوری گفت چی؟ با آن وقت گریس ایستاد و نگاهش کرد، انگار که در آن لحظه گریس تمام وجود او را، یعنی حقیقت موری را دید، ترسیده، عصبانی، بیگناه و مصمم. گریس فوراً گفت خیلی خوب،
منظورش میتوانست این باشد که خیلی خوب آرام باش. میدانم که شرط بندی نیست، یا شاید اینکه خیلی خوب با تو قرار میگذارم. خودش هم نمیدانست منظورش چیست، اما موری آن را به نشانه موافقت گرفت و بلافاصله بدون که صدایش را پایین آورد یا توجهی به نگاه های مشتری ها بکند قرار گذاشت که فردا شب بعد از کار به دنبال گریس برود. موری او را به سینما برد. آنها فیلم پدر عروس را دیدند. گریس خیلی از آن بدش آمد. او از دخترهایی مثل نقشی که الیزابت تیلور بازی میکرد متنفر بود. دخترهای ثروتمند و لوسی که از آنها هیچ انتظاری جز چرب زبانی و درخواست کردن نمی‌رود. موری گفت که این فقط یک فیلم کمدی بود، اما گریس گفت که موضوع این نبود. او نمی‌توانست دقیقاً بگوید که موضوع چیست. هر کس می‌توانست فکر کند که علت این بود که او یک پیشخدمت بود و آنقدر فقیر بود که نمی‌توانست به دانشکده برود، و اگر او چنین عروسی می‌خواست باید سال‌ها پول جمع می‌کرد تا بتواند هزینه‌اش را بپردازد. موری هم همینطور فکر می‌کرد و این فکر حس احترام یا حتی ستایش او را نسبت به گریس برمی‌انگیخت. گریس نمیتوانست توضیح دهد یا حتی خودش کاملا درک کند که احساسش حسودی نبود، خشم بود، و علت عصبانیتش هم این نبود که او نمیتوانست آنگونه خرید کند یا لباس بپوشد، بلکه به این خاطر بود که این الگویی بود که دخترها باید مانند آن میشدند. این چیزی بود که مردم همه از دخترها انتظار داشتند: زیبا، عزیز، دردانه، لوس، خودخواه و بی‌مغز. یک دختر باید چنین باشد تا عاشقش بشود. بعد مادرم می شود و تمام وجودش را وقف بچه هایش می کند. دیگر خودخواه نخواهد بود، ولی همچنان برای ابد بی مغز باقی می ماند. گریس با غضب در این باره حرف می زد، در حالی که کنار پسری نشسته بود که او عاشقش شده بود. به خاطر اینکه در یک آن به کمال و بی همتایی ذهن و روح و او ایمان آورده بود و فقر او را همچون جلایی رمانتیک بر این کمال می دید. او به راحتی می توانست بفهمد که گریس فقیر است، هم به خاطر شغلش و هم به خاطر لهجه غلیظ اهالی دره اتاوا که او داشت. موری به احساس او راجع به فیلم احترام می گذاشت و بعد از او گوش کردن به تقلای خشمگینانه گریس برای توضیح احساساتش، موری هم سعی می کرد در مقابل چیزی بگوید. او گفت که حالا می فهمد که همه چیز به اندازه حسادت ساده و زنانه نیست. درک میکرد موضوعی بود که گریس نمیتوانست سبک مغز باشد. او به اینکه شبیه بیشتری دخترها باشد راضی نبود. او خاص بود. گریس دامن باله سرمه‌ای با یک کمربند پهن صورتی رنگ کشی و بلوز سفید با حاشیه توری پوشیده بود. بیشک بین ظاهری که گریس عرضه میکرد و چیزی که مایل بود به نظر برسد اختلاف بود، اما مطابق سبک آن زمان همه چیز در ظاهر او شیک، جذاب و مرتب نبود. در واقع لبه لباسهایش کمی از بین رفته بود. با پوشیدن آن زیورآلات نقره، کار ارزان قیمت و موهای تیره حالت داره بلند و وحشی که موقع کار در رستوران در موباند توری جمع میکرد، قیافه شبیه کولی ها گرفته بود. خاص؟ موری درباره گریس برای مادرش تعریف کرد و مادرش گفت باید این گریس محبوب را برای شام به خانه دعوت کنم. این موضوع برای گریس آنقدر جالب و دلپذیر بود که او را فوراً عاشق خانم تورش کرد. همونطور که موری به سرعت عاشق گریس شده بود، فرقش این بود که گریس آدمی نبود که مثل موری آشکارا هیجان و عشقش را نشان دهد. گریس پیش عمو و زنعمویش بزرگ شده بود. آنها در واقع عمو و زنعموی مادرش بودند. مادرش وقتی او 3 ساله بود مرد و پدرش به ساسکاچوان رفت و آنجا برای خودش خانواده جدیدی تشکیل داد. والدین ناتنی او مهربان بودند و حتی به او افتخار هم می‌کردند، اما چندان اهل حرف زدن نبودند. عمویش از راه بافتن حسیر زندگی گذران میکرد و این کار را به گریس هم یاد داد تا بتواند کمک کند و روزی وقتی چشم عمویش کمسو شد این کار را خود انجام داد. اما وقتی گریس کار در بیلز فالز را برای تابستان پیدا کرد، با وجود آنکه برای عمو و همینطور زن عمویش سخت بود که از او دور شوند، آنها فکر کردند که قبل از آنکه سر و سامانی پیدا کند لازم از زندگی را تجربه کند. او 20 ساله بود و تازه دبیرستان را تمام کرده بود. البته باید 1 سال زودتر درسش را تمام میکرد، ولی او انتخاب عجیبی کرده بود. در شهر بسیار کوچکی که او زندگی میکرد و زیاد از پمبروک شهر خانم تراورس دور نبود، دبیرستانی بود که به 5 کلاس ارائه میداد تا دانش آموزان برای امتحانات دولتی ورود به دانشگاه آماده شوند. حتی لازم نبود کسی همه درس‌های ارائه شده را بخواند.
کرد. گریس در پایان سال 13 که قاعدتا باید سال آخرش به حساب می اومد، امتحانات تاریخ یا شناسی، جانورشناسی، انگلیسی، لاتین و فرانسه رو داد و نمراتی گرفت که بیش از حد نیاز خوب بودن. با این حال در ماه سپتامبر به مدرسه برگشت و تقاضا کرد که دروس فیزیک، شیمی، مثلثات، هندسه و جبر رو هم بخواند. درسایی که علل خصوص برای دخترها خیلی سخت به حساب می اومد. اما او در همه سه درس ریاضی و علوم نمرات خیلی خوبی گرفت. البته نه به درخشانی سال قبل. بعد تصمیم گرفت که یونانی، اسپانیایی، ایتالیایی و آلمانی را درس بدهد تا بتواند سال بعد آنها را امتحان بدهد. در مدرسه آنها هیچ معلمی اینها را درس نمیداد. با این حال مدیر او را کنار کشید و به او گفت که با این کارها به جای نمیرسی دختر جان. چون او به هر حال نمیتواند به دانشگاه برود و در ضمن هیچ دانشکده‌ای به این سطح دانش نیاز ندارد و از او پرسید که برای چه چنین کاری میکند و اینکه آیا برنامه‌ای دارد. پاسخ گریس منفی بود. او فقط میخواست قبل از آنکه شغل بافتن حسیر صندلی را شروع کند تا آنجا که میتواند چیزی را مجانی یاد بگیرد تا اینکه از موقعیت استفاده کرده باشد. مدیر مدرسه صاحب هتل بیلز فالز را میشناخت و پیشنهاد کرد که اگر گریس بخواهد یک کار تابستانی پیش خدمتی داشته باشد، او با صاحب هتل صحبت خواهد کرد. او هم به تجربه از زندگی اشاره کرد. جالب بود که حتی مسئول آموزش هم اعتقاد نداشت که یادگیری بخشی از زندگی است. او هم مثل بقیه فکر میکرد که کار گریس دیوانگی بوده است. تنها استثناء خانم ترویرز بود که به جای یک دانشکده واقعی به مدرسه بازرگانی رفته بود تا آدم مفیدی شود و به گفته خودش آرزو میکرد که کاش مغزش را با چیزهایی که بیفایده به حساب میامدند پر کرده بود. گریس با تعویض نوبتهای کاریش با دختر دیگری توانست وقتش را برای یک شنبه ها بعد از صبحانه خالی کند، ولی این بدان معنا بود که تمام شنبه ها تا دیر وقت باید کار میکرد. در واقع او وقتی که میتوانست با موری بگذراند را با وقت برای خانواده موری مبادله کرده و به این ترتیب او و موری هیچ وقت نمیتوانستند با هم به سینما بروند و در عوض بعد از اینکه کار گریس حدود 11 شب تمام شد، موری به دنبالش میرفت و کمی ماشین سواری میکردن و بستنی یا همبرگر میخوردن. موری اصلا دوست نداشت او را به مشروب فروشی ببرد چون اون هنوز 21 سالش نشده بود و بعد هم جایی مینشستند و وقت میگذارندن. خاطرات این قرارها که گاهی تا یک ساعت یا یک دو شب طول میکشید برای گریس بسیار گنگتر از خاطرات نشستن با خانواده ترویرز دور میز نارخوری گرد یا لحظاتی بعد از غذا بود که همه از سر میز بلند میشدن و با قهوه یا نوشیدنی خنک روی کاناپه چرمی خردلی رنگ یا صندلی های حصیری آن طرف اتاق می نشستن. شستن ظرف ها هیچ وقت دردسری درست نمی کرد چون زنی که خانم ترویرز به او آبل لایق می گفت صبحا برای کارهای خانه می آمد. موری همیشه کوسن صندلی ها را روی فرش می انداخت و آنجا می نشست. گرچن همیشه با جین یا شلوار ارتشی سر میز غذا حاضر می شد و معمولا بعد از غذا چارزانو روی یک صندلی پهن می نشست. او و موری هر دو درشت شکل و چارشانه بودند و چیزی از زیبایی مادرشان را به ارث برده بودند. موهای حالتدار روشن، چشمان میشی گرد و پوستی که سریع برنزه می شد. موری حتی چال گونه مادرش را هم به ارث برده بود. پیش خدمت‌های همکار گریس موری را با نمک و خوش‌هیکل می‌دانستند و به نوعی از وقتی که با او دوست شده بود برای گریس احترام بیشتری قائل بودند. اما قد خانم ترویرز حداکثر 1.5 متر بود و با آن لباس‌های خانگی‌اش گرچه چاق نبود اما مانند بچه‌ای که هنوز قد نکشیده بود حسابی گوشتالو به نظر می‌رسید. درخشش و عزم درون چشمهایش، شادمانی که هر لحظه ممکن بود از چشمانش بیرون بجهد یا قرمزی خشن التهاب مالند روی گونه هایش که احتمالاً نتیجه بیرون رفتن در هر هوایی بدون فکر کردن به پوستش بود و درست مثل جثه‌اش یا لباسش نشان دهنده قدرت درونیش بود نیز به آن دو ارث نرسیده بود. گاهی علاوه بر گریس مهمانان دیگری هم در این جمع حضور داشتند، مثلا یک زوج یا یک نفر تنها، معمولا هم سن و سال خانوم و آقای ترویرز و شبیه خودشان. خانوم ها مشتاق و بزدگو و مردها آرامتر، کندتر و صبورتر. آنها داستان‌های جالبی تعریف می‌کردند که اغلب موضوع آنها اتفاقات خنده‌داری درباره خودشان بود. گریس حالا خودش انقدر پرحرف شده بود که گاهی حال خودش را هم به هم می‌زد و حالا کمتر به یاد می‌آورد که زمانی مکالمات سر شام چقدر به نظرش عجیب بودند. در مواقع نادری که عمو و زن عموهایش مهمان داشتند، بحث‌هایش سر شام به تشکر از یک طرف و عذرخواهی از طرف دیگر برای غذا و صحبت درباره آب و هوا محدود می‌شد و همیشه همه عمیقا مشتاق بودند که شام هر چه زودتر تمام شود. بعد از شام
اگر هوا خنک بود، آقای تروریست شومینه رو روشن میکرد و همه بازی میکردن. بازی که آقای تروریست اسمش را بازی لغات مسخره گذاشته بود. برای برنده شدن در این بازی هوش لازم بود. در این موقع ممکن بود کسی که سر شام خیلی ساکت بوده ناگهان توجه همه را جلب کند. بحث‌های علکی در دفاع از معنی لغات نامعقول در میگرفت. در ابتدا وات شوهر گرچن از خود کلمه اختراع میکرد و بعد از مدتی گریس هم این کار را یاد گرفت. این کارش موری و خانم تروریست را خوشحال میکرد و موری فریاد میزد دیدید بهتون گفتم موز رنگ است. این کارش برای همه به جز گریس جالب. خانم تروریست کاری میکرد که این لغات مسخره درست شوند و تلاش میکرد که بازی زیادی جدی نشود یا هیچ کس مضطرب نشود. تنها وقتی که در آن خانه مشکلی پیش میامد شبی بود که میویس همسر نیل پسر خانم تروریست برای شام به خانه آنها آمد. میویس، نیل و دو فرزندانش در همان نزدیکی در خانه والدان میویس در پایین دریچه زندگی میکردن. اما آن شب میویس تنها آمد. نیل پزشک بود و در آن تعطیلات در اتاوا گرفتار بود. خانم تروریست ناراحت شد اما خودش را جمع جور کرد و با خوشرویی نق زد. ولی بچه ها که اتاوا نبودن؟ ها؟ چرا اونا را نیاوردی؟ میویس جواب داد متاسفانه نه، اما آنها غیر قابل تحملن. اگر اینجا بودن تمام طول شام را جیغ میزدن. بچه عرق‌سوز شده و خدا میداند مایکی چه مرگش است. او زنی لاغر و برنزه بود که پیراهن بنفشی پوشیده بود و موهای تیرش را با بند پهن همرنگی جمع کرده بود. زیبا بود اما پفهای کوچکی حاکی از بی‌حوصلگی یا کسالت گوشه لبش را پوشانده بود. او بیشتر غذایش را دست نخورده گذاشت و توضیح داد که به پودر کاری حساسیت داره. خانم تروریست گفت اوه میویس چه بد شد، این حساسیت را به تازگی پیدا کردی؟ البته که نه، سالهاست که این مشکل را داشتم ولی از روی ادب چیزی نمیگفتم. ولی دیگر از اینکه نصف شب بالا بیارم خسته شدم. کاش به من گفته بودی. چه میتوانم برات بیاورم؟ به خودتان زحمت ندید، من خوبم. به هر حال اشتها ندارم. هیجان و لذت مادری برایم کافی است. و سیگاری روشن کرد. بعد موقع بازی در مورد تعریف کلمه‌ای که وات استفاده کرده بود با او دعوای شد و وقتی با رجوع به لغتنامه ثابت شد که تغییر کلمه درست بود گفت آه متاسفم، فکر کنم شما سطحتان از من بالاتر است. و وقتی نوبت آن رسید که هر کس کلمش را روی تکه کاغذ بنویسد و تحویل دهد او لبخندی زد، سری تکان داد و گفت من کلمه ندارم. خانم تروریست با ناراحتی گفت اوه میویس. و آقای تروریست گفت یالا میویس، هر کلمه قدیمی قبول است ولی من نمیتوانم هیچ کلمه قدیمی بسازم. متاسفم، امشب خنگ شدم. شما به بازی ادامه بدهید. آنها همین کار را کردند و در حالی که او سیگار میکشید و لبخند قاطع و ناراحتش را حفظ کرده بود همه وانمود میکردند که هیچ مشکلی پیش نیامده. او خیلی ناراحت شده بود. زود بلند شد و گفت که درست نیست بچه ها پیش از این پیش پدر مادر بزرگشان تنها بمانند و اینکه دیدار و دوست داشتنی و آموزندهی داشته و دیگر باید به خانه برگرده. قبل از اینکه برود بدون خطاب به هیچ شخص خاصی با خنده گوتای تلخی گفت کریسمس بعدی باید یک لغتنامه آکسفورد به تان هدیه بدم. لغتنامه خانواده تروریست که وات استفاده کرد آمریکایی بود. بعد از رفتنش هیچ کدام نمیتوانستن به دیگری نگاه کنند. خانم تروریست گفت گرچن حوصله داری برای همه ما یک قهوه فوری درست کنی؟ گرچن به آشپزخانه رفت و زیر لب زمزمه کرد چقدر خوش گذشت، اشک مسیح هم در اومد. خانم تروریست گفت خب تمام زندگی او صرف سر و کله زدن با دو تا بچه می شود. چهارشنبه ها گریس بین وقت صبحانه و سرو شام فراغت داشت و از وقتی که خانم تروریست متوجه این قضیه شده بود هر هفته تا هتل بیلزفالز جایی که گریس کار می کرد رانندگی می کرد تا او را برای زمان استراحتش به دریاچه ببرد. موری در آن موقع سر کار بود. او تابستان را با گروه جاده مشغول بازسازی بزرگراه شماره 7 بود. وات در دفتر کارش در اتاوا بود و گرچن با بچه ها بیرون از خانه مشغول شنا کردن یا پارو زدن روی دریاچه بود. خانم تروریست معمولا خودش میگفت که باید خرید کند یا باید نامه بنویسد و گریس را در اتاق نارخوری و نشیمن بزرگ خنک و سایه‌دار با کاناپه چرم فرو رفته و کتابخانه شلوغ تنها میگذاشت. خانم تروریست میگفت هر کتابی را که دوست داری بخوان گریس، یا اگر دلت میخواد روی همان کاناپه بخواب. کار سختی داشتی، حتما خستی، قول میدم به موقع برات گردانم. گریس هم هیچ وقت نمیخوابید، فقط کتاب میخواد. او اصلا تکان نمیخورد و پاهای برهنش پایین شلوارک عرق میکرد و به چرم میچسبید. گاهی تا موقع وقت برگشت به کار او اصلا خانم تروریست رو نمیدید.
در اتومبیل خانم تروریس برای مدت طولانی اصلا صحبت نمی‌کرد و به گریس هم فرصت می‌داد تا ذهنش از کتابی که خوانده بود رها شود. آن وقت گای می‌گفت که خودش آن کتاب را خوانده و نظرش را در مورد آن می‌گفت، ولی همیشه طوری نظرش را بیان می‌کرد که هم نشدگاور بود و هم متفکرانه. برای مثال او در مورد آنا کارنینا گفت: نمی‌دونم چند بار آن را خواندم، ولی یادم از اولین باری که آن را خواندم با کیتی همزاد پیداری می‌کردم. و سپس آنا، آه، همدردی با آنا وحشتناک بود. و حالا میدانی آخرین بار با دولی همدردی کردم، وقتی او به روستا رفت با آن همه بچه و نمیدانست چگونه لباس بپوشد. مشکل تشتهای رخشویی همین است. فکر میکنم اینطوریست که همدردی با پیر شدن تغییر میکند. احساسات پشت تشت رخشویی گم میشوند. و به هر حال به من توجه نکن. توجه نمیکنی مگه نه؟ معمولا به حرفهای دیگران اهمیتی نمیدهم. گریس از خودش تعجب کرد و فکر کرد آیا خودخواه به نظر میرسد و ادامه داد: ولی از گوش دادن به صحبت‌های شما لذت میبرم. خانم تریس خندید و گفت: من هم از گوش دادن به حرف‌های خودم لذت میبرم. اواسط تابستان موری شروع به صحبت در مورد ازدواجش کرد. او میگفت که تا مدتی نمیتواند این کار را کند. باید تا وقتی که او کارشناس شود و به عنوان مهندس شروع به کار کند صبر کند. ولی به عنوان چیزی که او هم مانند موری میبایست آن را مسلم میدانست از آن صحبت میکرد. او میگفت وقتی عروسی کردیم و گریس به جای سوال کردن یا مخالفت با او فقط کنجکاوانه گوش میکرد. قرار بود وقتی ازدواج کنند خانه نزدیک دریاچه سابوت بخرند، نه خیلی نزدیک به والدین موری و نه خیلی دور از آنها. البته آنجا فقط یک اقامتگاه تابستانی به حساب می اومد. بقیه اوقات باید هر جایی که او کار میکرد زندگی میکردند. آنجا ممکن بود هر جایی باشد، پرو، عراق یا نواحی شمال غرب. گریس از فکر به این سفرها خوشش آمد. این تصور را حتی پیش از ایده خانه خودمان که موری با آن غرور زیاد از آن صحبت میکرد دوست داشت. هیچ کدام از آنها اصلا برایش واقعی به نظر نمی‌رسید، ولی فکر کمک به عمویش زندگی به عنوان بافنده حسیر صندلی در همان شهر و خانه‌ای که در آن بزرگ شده بود هم برایش واقعی نبود. موری مرتب از او میپرسید که راجع به او عمو و زن عمویش چه گفته و چه موقع او را برای دیدن آنها به خانه میبرند. در حقیقت او در نامه‌های کوتاه هفتگیش چیز زیادی راجع به او نگفته بود، جز اینکه او با پسری که تابستان‌ها در آن حوالی کار می‌کند بیرون می‌رود. احتمالاً از حرف زدن او اینطور برداشت کرده بودند که آن پسر در هتل کار میکند. اینطور نبود که او اصلا به ازدواج فکر نکند ها، نه، چنین احتمالی در کنار زندگی به عنوان بافنده حسیر صندلی همیشه در ذهنش بود، علیرغم آنکه هیچ کس تا به حال از او خواستگاری نکرده بود. او مطمئن بود که روزی این اتفاق خواهد افتاد و دقیقاً به همین شکل، مردی که فوراً تصمیمش را میگیرد، مردی که او را میبیند و بلافاصله عاشقش میشود و در تصوراتش او مرد خوشتیپی بود، مانند موری، پر احساس بود مانند موری. ولی این چیز بود که اتفاق نیفتاده بود. در ماشین موری یا بیرون روی علف‌ها و زیر ستاره‌ها گریس مایل بود که اتفاقی بیفتد. موری آماده بود ولی دلش نمی‌خواست چنین چیزی پیش بیاید. موری احساس می‌کرد که وظیفه دارد از او محافظت کند و اینکه او آنقدر آسان خودش را تسلیم می‌کرد تعادل موری را به هم می‌زد. شاید او احساس می‌کرد که احساسی در آن نیست، تسلیمی عمدی که او را نمی‌فهمید و اصلاً با تصوراتش از گریس جور نبود. خود گریس نمی‌فهمید که چقدر سرد و بی‌احساس بود. او فکر میکرد که با نشان دادن تمایلش لذتی که در تنهایی و تصوراتش منتظر آن بود را در پی داشت و احساس میکرد که موری باید کاری بکند که اشتیاقش را برانگیزد، اما او کاری نمیکرد. برای گریس تنها بودن و رفتن به تخت خواب هتل و پاک کردن دو ساعت قبل از ذهنش باعث آرامش بود و فکر میکرد که برای موری هم همینطور است. میتوانید به تنهایی در بزرگراه رانندگی کند و دوباره تصوراتش در مورد گریس را طوری منظم کند که بتواند همونطور با تمام وجود عاشقش بماند. بیشتر پیشخدمت‌ها بعد از روز کارگر به مدرسه یا دانشگاه برگشتند، ولی هتل تا ماه اکتبر برای روز شکرگزاری باز میماند. فقط تعداد کارکنان کمتر میشد که گریس هم جز بشان بود. امسال صحبت از این بود که هتل دوباره در اوایل دسامبر برای فصل زمستان یا حداقل برای فصل کریسمس دوباره باز شود، ولی هیچ یک از کارکنان آشپزخانه یا غذاخوری مطمئن نبود که این مسئله جدی است یا نه. گریس در نامه به عمو و زن عمویش طوری عنوان کرد که انگار کار تا کریسمس قطعی بود و به آنها خبر داد که نباید به این زودی انتظار بازگشت او را داشته باشد. چرا این کار را کرد؟ چون برنامه بهتری نداشت. موری سال آخر دانشکده بود. او حتی به موری قول داده بود که برای تعطیلات کریسمس او را به خانه ببره تا خانواده‌اش را ملاقات کند. و موری هم پیشنهاد کرده بود که کریسمس زمان مناسبی برای اعلام رسمی نامزدشان است. موری دستمزد تابستانش را جمع کرد که برای او حلقه الماس بخرد.
گریس نیز دستمزدش را پسنداز میکرد تا بتواند با اتوبوس به گرینستون برود و در طول درمی دانشکده او را ببیند. گریس به راحتی در موردش حرف میزد. حتی قول داده بود، ولی آیا باور داشتی اصلا مایل بود که چنین اتفاقی بیفتد؟ خانم ترویس میگفت موری شخصیت بی نقص است. خب تو خودت میتوانید این را حس کنی، اما مانند پدرش مرد محبوب و بی درد سری خواهد بود. مثل برادرش نیست. نیل خیلی باهوش است. منظورم این نیست که موری باهوش نیست. مطمئنا اگر کسی یکی دو تا مغز توی کلش نداشته باشد نمیتواند مهندس شود. ولی نیل عمیق است. او به خودش خندید و ادامه داد، غارهای عمیق و ژرف تای اقیانوس معمولا چه میگویم، تا مدت ها من و نیل به جز همدیگر کسی را نداشتیم. به همین خاطر من فکر میکنم که او خیلی خاص است. منظورم این نیست که با او به آدم خوش نمیگذرد، ولی گاهی اوقات که خیلی شوخی میکنند ممکن است خودشان غمگین باشند. درست است، آدم تعجب میکند، ولی فایده نگرانی در مورد بچه های بزرگ چیست؟ در مورد نیل خیلی نگرانم، اما درباره موری خیلی کم. در مورد گرچن اصلا نگران نیستم، چون زنها همیشه یک چیزی دارند که آنها را هدایت میکنند. اینطور نیست؟ خانه کنار دریاچه هیچ سالی تا روز شکرگزاری بسته نمیشد. البته گرچن و بچه ها به خاطر مدرسه باید به اتاوا برمیگشتن. موری هم باید به گینستون میرفت. آقای توریس هم فقط آخر هفته ها میتوانست به آنجا بیاید. اما خانم توریس به گریس گفته بود که او معمولا گاهی با چند مهمان و گاهی تنها آنجا میماند. اما برنامهش تغییر کرد. در ماه سپتامبر او با آقای توریس به اتاوا برگشت. این اتفاق ناگهانی بود. قرار شام یک شنبه آن هفته به طور غیر منتظره به هم خورد. موری توضیح داد که گاهی اعصاب مادرش به هم می‌ریخت. او توضیح داد باید استراحت کند، برای دو یا چند هفته باید به بیمارستان برود تا آنها تعادلش را به او برگردانند. همیشه سر حال از آنجا بیرون می‌آمد. گریس گفت که خانم توریس آخری آدم دنیاست که می‌شد انتظار چنین مشکلی را از او داشت. علتش چیست؟ موری گفت فکر نمی‌کنم علتش را بدانند. اما بعد از چند لحظه اضافه کرد، خب شاید به خاطر شوهرش باشد، منظورم شوهر اولش، پدر نیل، اتفاقی که با او افتاد و بقیه چیزا. اتفاقی که با او افتاده بود این بود که پدر نیل خودکشی کرده بود. فکر میکنم تعادل روانی نداشته است، ولی مطمئن هم نیستم که علتش این باشد. شاید هم به خاطر سن مادرم و مشکلات زنانه و این چیزها بود. اما مسئله نیست، آنها میتوانند با دارو خیلی راحت مداواش کنند. داروهای عالی دارند، نگرانش نباش. همونطور که موری پیشبینی کرده بود، تا روز شوکگذاری از بیمارستان مرخص شد و حالش هم خوب شد. شام شوکگذاری طبق معمول در خانه کنار دریاچه برپا میشد و در ضمن به جای دوشنبه روز یکشنبه برگزار میشد. این کار هم مرسوم بود، چون به این ترتیب فرصت داشتن جمع جور کنن و خانه را ببینن. از این خوششانسی گریس چون به این ترتیب فرصت داشتن جمع جور کنن و خانه را ببندن. این از خوششانسی گریس، چون یک شنبه هنوز روز تعطیلش بود. قرار بود همه خانواده آنجا جمع بشوند، حتی نیل و میوس و بچه‌هایشان که در خانه والدین میوس اقامت داشتند. هیچ مهمانی نداشتند مگر اینکه گریس مهمان محسوب می‌شد. یک شنبه صبح موقعی که موری او را به خانه کنار دریاچه رساند، بوغلمون داخل فر بود و دسر کرده تنبل، سیب و تمش روی پیشخوان آشپزخانه چیده شده بود. گرچن مسئول آشپزخانه بود و همانقدر که ورزشکار خوبی بود، آشپز خوبی هم بود. خانم تورس پشت میز آشپزخانه نشسته بود، قهوه می‌خورد و با دانا، دختر کوچک گرچن، مشغول درست کردن پازل بود. با دیدن گریس با فریاد آه گریس برای دعوت از او، او را در آغوشش گرفت و از جا پرید. این اولین باری بود که او را بغل می‌کرد و موقع بلند شدن با حرکت ناشیانه دستش قطعات پازل را پخش کرد. دانا نالید مامان بزرگ، و خواهر بزرگترش جینی که این صحنه را با نارضایتی تماشا میکرد قطعه را جمع کرد و گفت خیلی راحت میتوانیم دوباره آنها را بچینیم، مادر بزرگ که عمدن این کار را نکرده. گرچن پرسید سس قرقات را کجا میگذاری؟ خانم ترویس که همچنان گریس را میفشرد در آغوش و توجهی به پازل به هم ریخته نکرده بود گفت توی قفسه. گرچن پرسید کجای قفسه؟ خانم ترویس گفت وای سس قرقات، خب الان درستش میکنم. اول قرقات رو توی کمی آب میریزیم، بعد اون رو روی شعله کم میگذاریم. نه فکر کنم اول اونها رو میخیسانیم. گرچن بی صبرانه گفت خیلی خوب، من اینقدر وقت ندارم. منظورتون اینست که اصلا سس آماده ندارید؟ پس فکر نمیکنم لازم نیست چیزی ذخیره کنم، چون هر موقع بخوام درستش میکنم. باید کسی رو بفرستم که کمی بخره. خانم تریس با ملایمت گفت عزیزم امروز روز شکرگزاری است، جایی باز نیست. گرچن صدایش رو بالا آورد، بابا آن فروشگاه پایین بزرگ را، آنجا همیشه باز است. وات کجاست اصلا؟ میویس از اتاق خواب پشتی فریاد زد بیرون در قایق پارویی. صدایش به نوعی هشدارآمیز برای اینکه سعی داشت نوزادش را بخواباند.
وات مایکی رو برای قایق سواری برده دیگه، برید اونجا دنبالش. میویس با مایکی و نوزادش با ماشین خودش آمده بود. قرار بود نیل دیرتر بیاید چون باید چند تلفن میزد. آقای تررس هم برای بازی گلف بیرون رفته بود. گرچن گفت خب موضوع این است که یکی باید به فروشگاه برود دیگر. او منتظر ماند ولی پیشنهادی از اتاق خواب نشنید. او رو به گریس ابروهایش رو بالا برد و پیشنهاد داد تو نمیتوانی رانندگی کنی؟ نه؟ جواب گریس منفی بود. خانم تررس با آه مطبوعی نشست. گرچن گفت خیلی خوب، موری میتواند رانندگی کند. او کجاست؟ موری در اتاق خواب جلویی بود و علی‌رغم اینکه همه به او گفته بودند که آب آنقدر سرد است که کسی نمیتواند شنا کند، داشت دنبال مایوهش میگشت. او جواب داد که فروشگاه در چنین روزی باز نیست. گرچن گفت باز است چون آنها بنزین میفروشند. اگر هم باز نبود، فروشگاه دیگری اول جاده پرس هست. میدانی که کدام را میگویم؟ همون که بستنی قیفی دارد. موری دلش میخواست که گریس با او برود، ولی جینی و دانا دو دختر کوچیک گرچن به گریس التماس کردند که بیاید و تابی که پدر بزرگشان زیر درخت افرای نروژی در گوشه خانه بسته بود را ببیند. وقتی گریس از پله‌ها پایین می‌رفت، احساس کرد که بند یکی از صندل‌هایش پاره شده. جفت کفش‌هایش را درآورد، به راحتی روی زمین ماسی راه رفت و از کنار درخت موز و برگ‌های فرو خورده زیادی که روی زمین افتاده بود گذشت. اول او بچه‌ها را تاب داد و بعد بچه‌ها او را. وقتی با پای پرهنه از روی تاب پایین پرید، یکی از پاهایش مچاله شد و او که نمی‌فهمید چه بلایی به سرش آمده است، از درد جیغ کشید. مشکل در کف پایش بود، اما درد از پاشنه پای چپش که با لبه تیز صدف بریده شده بود به تمام پایش رسیده بود. جینی گفت کار دانا بود. او صدف‌ها را آورده بود که برای حلزونش خانه درست کند. دانا گفت اما حلزونم فرار کرد. گریچن و خانم تراورس و حتی میویس که فکر میکردن جیغ یکی از بچه ها بوده، از خانه بیرون دویده بودن. دانا گفت از پایش خون میآید، همه جای زمین پر از خون است. جینی گفت یک صدف پایش را برید. دانا آنها را اینجا گذاشته بود. میخواست برای ایوان خانه درست کند. ایوان حلزونش است. لگن آب و حوله آوردند و محل بریدگی را شستند. همه مرتب از او میپرسیدند که چقدر درد میکند. گریس گفت نه خیلی زیاد. و وقتی لنگام به طرف پله ها می رفت، هر دو دختر برای کمک به او با هم رقابت می کردند و با این کار بیشتر سر راهش قرار می گرفتند. گریچن گفت خیلی وحشتناک است، ولی چطور کفش نپوشیده بودی؟ دانا و جینی همزمان گفتند بندش پاره شد. و در همین موقع ماشین بدون سقف شرابی رنگی به زیبایی داخل محوطه پارکینگ کنار خانه پیچید. خانم تررس گفت به این می رویند سر وقت. این همان چیزی است که نیاز داریم، یک دکتر. او نیل بود. این اولین بار بود که گریس او را می‌دید. او بلند قد، لاغر و بیقرار بود. خانم تررس با شادی فریاد زد کیفت را بیاور، به همین زودی برایت یک مریض پیدا کردی. گریچن گفت خوب آشغالی داری، جدید است؟ نیل گفت حماقت محض است. میویس با آهی که فرد نامشخصی را متهم می‌کرد گفت بچه بیدار شد و به داخل خانه برگشت. خانم تررس گفت نگو که همراه خودت نیاورده ای. اما نیل کیف پزشکیش را از صندلی عقب بیرون آورد و خانم تررس دوباره گفت اوه آره همراهت است. خیلی خوب است. آدم هیچ وقت نمیتواند پیش بینی کند که چه وقت لازم میشود. نیل رو به دانا گفت خب مریض تویی؟ چی شده؟ قورباغه قورت داده ای؟ دانا با جدیت گفت مریض اوست. او گریس است. آها پس او قورباغه را قورت داده است؟ نه پایش بریده است. جینی ادامه داد با یک صدف. نیل به خواهرزاده‌اش گفت بزنید کنار و روی پله پایین گریس نشست. با دقت پای مجروح را بلند کرد و گفت دستمالی چیزی به من بدهید. بعد خون روی آن را پاک کرد تا نگاهی به بریدگی بیندازد. در این موقع که او آنقدر به گریس نزدیک شده بود، گریس بویی را احساس کرد که در طول تابستان با کار در هتل آن را شناخته بود. بوی لیکور آمیخته با نعنا. پرسید درد دارد؟ گریس جواب داد کمی. او نگاه مختصر ولی پرسشگرایانه‌ای به صورت گریس انداخت. شاید میخواست بداند که آیا او بو را حس کرده و اینکه چه فکری درباره‌اش میکند. میدانم بریدگی را میبینی؟ باید زیرش را ببینم تا مطمئن شویم که آلوده نشده باشد. بعد من یکی دو بخیه به آن میزنم. موادی دارم که میتوانم به آن بمالم و آنقدر که فکر میکنید درد نخواهد داشت. و رو به گریچن گفت بهتر از هزار را از سر راه من کنار ببرید. تا این لحظه او هنوز یک کلمه هم با مادرش حرف نزده بود. حالا مادرش دوباره داشت میگفت که چقدر خوب است که او به موقع آمده است. گروه پیشاهنگی همیشه در خدمت. دستهایش دستهای یک آدم مست نبودند. چشمهایش هم همینطور.
شبیه دایی بزلگویی که موقع صحبت با بچه ها رولش را بازی میکرد، یا فروشنده زبانباز آرام بخشی که در برخورد با گریس سعی کرده بود باشد نیز نبود. او پیشانی بلند پرید رنگ با کاکلی از موهای پرپشت، مجعد جوگندمی، چشمان خاکستری روشن اما کمی گود رفته داشت. استخوان گونه هایش در زیر چشمانش برجسته بود ولی گونه ها فرو رفته بود. در حالت آرامش صورتش مغموم و نیازمند به نظر می‌رسید. وقتی بستن جراحت تمام شد، بهتر است گریس را برای تزریق آمپول کوزاس به بیمارستان در شهر ببرد. گریس گفت حالم خیلی بد نیست. نیل جواب داد مسئله این نیست. خانم تریورز هم گفت موافقم، کوزاس خیلی وحشتناک است. نیل گفت فکر نمی کنم زیاد طول بکشد. گریس بیا کمکت می کنم سوار ماشین بشوی. او زیر بازوی گریس را گرفته بود. گریس صندل سالم را پوشیده بود و پنجه پای مجروحش را داخل دیگری کرده بود و کفش را روی زمین دنبال خودش می کشید. پانسمان خیلی محکم و مرتب بود. وقتی گریس داشت سوار ماشین می شد، او گفت الان برمیگردم، ببخشید. در همین موقع خانم تریورز از ایوان پایین آمد، دستش را روی لبه ماشین گذاشت و گفت خوب است، خیلی خوب است. گریس تو هدیه الهی هستی، امروز تو نمیگذاری او مشروب بخورد، درست است؟ مطمئنم تو میدانی چطور این کار را بکنی. گریس این کلمات را شنید ولی فکرش جای دیگری بود. تغییراتی که خانم تریس کرده بود او را آزرده مینمود. اضافه شدن حجم، نوع خشکی در حرکات، مهربانی ناگهانی و کمی غیر طبیعی و خشکی ملایم گوشه های لبش مثل شکرک. تا بیمارستان 3 مایل راه بود. روی خط راه آهن پلی زده شده بود و آنها با آن چنان سرعتی از روی آن رد شدند که بالای پل گریس احساس میکرد ماشین از سنگ فرش جدا شده و در حالت پرواز است. به ندرت ماشین دیگری در مسیر دیده میشد، بنابراین چیزی نبود که او را بترساند، هرچند در هر صورت کاری از دستش بر نمیومد. نیل پرستار کشیک اورژانس را میشناخت، فرمی را پر کرد. پرستار نگاه گذرا به پای گریس انداخت و بی‌توجه گفت پانسمان خوبی است. بعد نیل خودش آمپول کوزاز را تزریق کرد. الان دردی ندارد ولی شاید بعداً درد بگیرد. به محض آنکه کارشان تمام شد، پرستار به داخل اتاقک برگشت و گفت آقایی در اتاق انتظار است که برای بردن او آمده، و رو به گریس ادامه داد این طور که میگوید نامزد شماست. نیل گفت به او بگو که هنوز آماده نیست. نه، بگو ما رفته ایم اصلا. اما من گفتم که شاید شما اینجایید، ولی وقتی برگشتی دیدی که ما رفته بودیم. او که گفت برادر شماست، اتومبیلتان را در محوطه نمی‌بیند؟ من در پارکینگ عقبی در محوطه مخصوص پزشکان پارک کردم. پرستار موقع رفتن زیر لب گفت چه کلک. نیل رو به گریس گفت تو که دلت نمی‌خواست به این زودی به خانه برگردی. گریس گفت نه، طوری که انگار این کلمه روی دیوار مقابلش نوشته شده بود و او آزمایش چشمی داد. دوباره همونطور که صندل از پنجه پای گریس آویزان بود، به او کمک کرد که سوار اتومبیل شود و روی صندلی شیرین رنگ آن بنشیند. آنها از جاده پشتی رفتند، راهی ناآشنا به خارج از شهر. گریس میدانست که موری را نخواهد دید. به او فکر هم نمیکرد، به میویس که اصلا فکر نمیکرد. برای توصیف این گذرگاه، این تغییر بزرگ زندگیش، گریس بعدها ممکن بود بگوید واقعا میگفت که مثل این بود که دری پشت سرش به هم خورده و بسته شد. البته در آن لحظه صدای بسته شدن به گوش نرسید، فقط موافقتی در او به موج آمد و حقوق کسانی که ترک شده بودند به تدریج محو شد. خاطرات این روز برای همیشه واضح و دقیق در ذهن گریس ماندند، ولی قسمت‌هایی از آن که روحش را درگیر می‌کردند اندکی پس و پیش می‌شد. حتی در مورد بعضی از جزئیاتش هم بیشک او اشتباه می‌کرد. اول در بزرگراه شماره 7 به سمت غرب راندند. آنطور که گریس به خاطر می‌آورد هیچ ماشین دیگری در بزرگراه نبود و سرعتشان به اندازه همون پرواز روی پل بود. این خاطره نمی‌تواند واقعی باشد. حتما افراد دیگری هم در جاده بودند. کسانی که در آن یک شنبه صبح از کلیسا به خانه برمیگشتند یا در راه مهمانی صرف روز شکرگزاری با خانواده‌شان بودند. نیل حتما موقع عبور از دکده یا سر پیچ‌های متعدد بزرگراه قدیمی سرعتش را کم کرده است. گریس به ماشین‌های سقف متحرک یا سقف جمع شده و بادی که به چشمانش می‌خورد و اختیار موهایش را به دست گرفته بود عادت نداشت. این باعث می‌شد احساس سرعت مطلق به او دست دهد. ایوانوار نه، بلکه معجزه آسا آرامش بخش. هرچند موری، میوس و بقیه خانواده از ذهن او پاک شده بودند، تکه‌ای از خانم تریس شناور در هوا باقی مانده بود که با خندی محجوبانه آخرین پیغامش را نجوا می‌کرد. مطمئنم تو می‌دانی چطور این کار را کنی. گریس و نیل با هم حرف نمی‌زدند. گریس این را خوب به خاطر دارد، چون برای آن که صدایت شنیده شود باید جیغ می‌کشیدی.
حقیقت این است که چیزهایی که به خاطر میآورد به سختی از تصورش، از رویاهایش درباره اینکه رابطه چطور باید باشد قابل تمایز است. آن ملاقات اتفاقی، علائم بی صدا ولی قوی، پرواز بی صدایی که او خود را کم و بیش در آن اسیر تجسم می‌کرد. تسلیمی رویایی، تمام بدنش حالا فقط جریانی از اشتیاق بود. بالاخره در کالادار توقف کردم و وارد هتلی شدم، هتلی که هنوز هم آنجاست. نیل دستش را گرفت، انگشترش را لای انگشتان او جا داد، قدمهایش را کند و با قدمهای نامتعدل او هماهنگ کرد و او را به داخل مشروب فروشی هدایت نمود. با وجود آنکه هیچ وقت قبلا وارد مشروب فروشی نشده بود، تشخیص داد که آنجا کجاست. مسافرخانه بلیز فالز هنوز مجوز مشروب فروشی نداشت، بنابراین مشروب یا در اتاق‌ها صرف می‌شد یا در کلوپ شبانه رنگ‌ورو رفته آن طرف جاده صرف می‌شد. اینجا درست مطابق انتظار او بود، اتاقی بزرگ، تاریک و بی هوا، با میز و صندلی‌هایی که بعد از نظافت عجولانه با نظمی چیده شده بود. بوی ضد عفونی کننده لایسول که بوی آبجو، ویسکی، سیگار، پیپ و مردها را از بین نبرده. مردی از اتاق دیگری بیرون آمد و با نیل صحبت کرد. سلام دکتر، و پشت پیشخوان رفت. گریس با خود فکر کرد هر جا بروند همینطور خواهد بود. همه نیل را می‌شناسند. مرد با لحن عبوس و بلندی، طوری که انگار می‌خواست صدایش در پارکینگ هم شنیده شود، گفت: می‌دانید که امروز یک شنبه است. یک شنبه‌ها چیزی نمی‌فروشیم. به این دختر که هیچ روزی چیزی نمی‌فروشیم. او اصلا نباید اینجا باشد. متوجه که هستی؟ اوه بله آقا، البته آقا، کاملا موافقم آقا. همینطور که دو مرد مشغول صحبت بودند، مرد پشت پیشخوان یک بطری ویسکی از گنجه مخفی درآورد، کمی از آن را در لیوانی ریخت و روی لیوان به سمت نیل هلش داد. از گریس پرسید: تشنه‌ای؟ بدون آنکه منتظر جواب باشد، نوشابه باز کرد و آن را بدون لیوان به او داد. نیل اسکناسی روی پیشخوان گذاشت، ولی مرد آن را پس زد و گفت: به شما گفتم که نمیتوانم چیزی بفروشم. نیل گفت: خب نوشابه چی؟ هیچ چی نمیفروشم. مرد بطری را کنار گذاشت. نیل محتوای لیوان را خیلی سریع سر کشید و گفت: تو مرد خوبی هستی. روح قانون. نوشابه را با خودتان ببرید. هر چه زودتر این دختر را از اینجا بیرون برود، من خوشحالتر می شدم. نیل گفت: خیالت راحت باشد. دختر خوبی است. زن برادرم است. زن برادر آیندم. اینطور فکر می کنم. راست می گویید؟ آنها به بزرگراه شماره 7 برنگشتند. در عوض در جاده به سمت شمال رفتند. جاده‌ای که سنگ فرش نداشت، اما پهن بود و صاف شده بود. مشروب تأثیری خلاف انتظار روی رانندگی نیل گذاشته بود. او سرعتش را به حدی که مناسب این جاده بود، حتی بسیار محتاطانه تر از حد لازم کم کرده بود. پرسید: ناراحت نمی‌شوی؟ گریس گفت: از چی ناراحت شوم؟ از اینکه به یه جای قدیمی ببرمت. گریس گفت: نه. نیل گفت: به همراهیت احتیاج دارم. پایت چطور است؟ خوب است. باید کمی درد داشته باشد. نه زیاد. واقعا خوبم. نیل دست گریس که بطری در آن نبود را گرفت، کف آن را به لبهایش فشرد و سپس ول کرد. فکر کردی دارم تو را برای کارهای شرورانه می‌دوزم؟ گریس به دروغ گفت: نه. و به این فکر می‌کرد که این کلمه چقدر شبیه طرز حرف زدن مادرش بود. شرورانه. او گفت: زمانی ممکن بود حق با تو باشد، طوری که انگار گریس گفته بود آره، ولی امروز نه. فکر نمی‌کنم امروز جایت مثل یک کلیسا امن باشد. لحن صدایش که حالا تغییر کرده و صمیمی، بی‌پرده و آرام شده بود و خاطره تماس لب‌هایش آنقدر گریس را متأثر کرده بود که حرف‌های نیل را می‌شنید، اما معنیشان را درک نمی‌کرد. صدها تماس زبان او را و رقصی از آرزو را روی سراسر پوستش حس می‌کرد، ولی در جواب فقط گفت: کلیساها همیشه هم امن نیستند. درست است، درست است. و من هم زن برادر تو نیستم. زن برادر آینده. آینده را نگفتم. زن برادر آیندهت هم نیستم. عجب، فکر نمی کنم تعجب کرده باشم. نه، تعجب نمی کنم. بعد لحن صدایش دوباره عوض شد، جدی شد. اینجا دارم دنبال یک خروجی به سمت راست می گردم. جاده این طرف ها هست که باید پیدایش کنم. تو اصلا این منطقه رو می شناسی؟ این طرف ها رو نه. یعنی فلاور استیشن، اونپا، پونلند یا جاده برفی رو نمی شناسی؟ گریس اسم آنها رو هم نشنیده بود. باید کسی رو ببینم. در حالی که ماشین به راست میپیچید، نیل با تردید زیر لب چیزی میگفت. هیچ علامتی وجود نداشت. این جاده باریکتر و ناهموارتر بود و پل چوبی یک طرفه‌ای داشت. درختان جنگلی تنومند شاخه هایش را به هم تنیده بودند. امسال هوا به طرز عجیبی گرم بود و برگ‌ها هنوز سبز بودند، به جز چند تایی اینجا و آنجا که مثل پرچم برق می‌زدند. حس ورود به جایگاه مقدس به آدم دست می‌داد. تا چند مایل نیل و گریس ساکت بودند، ولی ردیف درختان تمام نمی‌شد.
جنگل انتهایی نداشت تا اینکه نیل ناگهان سکوت را به هم زد. رانندگی بلدی؟ و وقتی گریس گفت نه، او گفت به نظر من باید یاد بگیری. منظور نیل همون لحظه بود. ماشین را نگه داشت، پیاده شد و به طرف او آمد و به او اشاره کرد که پشت فرمان بنشیند. جایی بهتر از این برای تمرین پیدا نمی شود. گریس گفت اگر اتفاقی بیفتد چی؟ نیل گفت هیچ اتفاقی نمی افتد. تازه اگر هم چیزی بشود از عهده‌اش برمی‌آییم. به خاطر همین مسیر مستقیمی را انتخاب کردم. او به خودش زحمت نداد که در مورد طرز کار ماشین توضیح بدهد. فقط به او نشان داد که پاهایش را کجا بگذارد و مجبورش کرد تعویض دنده را تمرین کند. بعد گفت حالا راه بیفت و هر کاری بهت میگویم را انجام بده. اولین خیز اتومبیل گریس را وحشت زده کرد. دنده را خلاص کرد و فکر کرد که نیل فوراً درس را تمام میکند. اما او فقط خندید و گفت خیلی خوب، آرام 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 باش، راه بیفت. و گریس همین کار را کرد. در مورد رانندگیش نظر نمیداد و فقط میگفت ادامه بده، ادامه بده، نگذار ماشین از جاده خارج شود و نگذار موتورها خاموش شود. گریس گفت چه موقع میتوانم ماشین را نگه دارم؟ نیل گفت وقتی که من ترمز کردن را بهت یاد بدم. او گریس را مجبور کرد تا وقتی از تونل درخت ها بیرون بیاید رانندگی کند و بعد ترمز کردن را یادش داد. به محض آنکه اتومبیل را متوقف کرد، گریس در را باز کرد تا جایشون را عوض کند. اما نیل گفت نه، این طبقه فقط برای استراحت بود. خیلی زود از این کار خوشت می آید. و وقتی دوباره راه افتادند، گریس حس کرد ممکن است حق با او باشد. در اثر اعتماد به نفس ناگهانی نزدیک بود در گوداری بیفتاد، اما نیل وقتی مجبور شد فرمان را بگیرد باز هم میخندید و درس ادامه میافت. او تقریبا چند مایل رانندگی کرد و حتی به آهستگی از چند پیچ هم گذشت. بعد نیل گفت که بهتر سر جاهایشان برگردند، چون اگر پشت فرمان نباشد نمیتوانند مسیر را پیدا کنند. بعد از او پرسید که حالا چه حسی دارد و علیرغم اینکه تمام بدنش میلرزید گفت خوبه. او بازه گریس را از شانه تا آرنج مالید و گفت عجب دروغگویی هستی. اما بیش از آن او را لمس نکرد. نگذاش هیچ جای گریس بار دیگر لبهای او را حس کند. وقتی چند مایل جلوتر به یک تقاطع رسید، معلوم شد که او حس جهتیابیش را باز یافته، چون به چپ پیچید. درختها کم پشت شدن و در جاده ناهمواری رو به بالا رفتن تا به دهکده یا لااقل مجموعه از ساختمان های کنار جاده رسیدن. یک کلیسا و یک فروشگاه به چشم می‌خوردند که هیچ کدام برای علت وجودیشان باز نبودند و با توجه به اتومبیل‌های پارک شده در اطرافشان و پرده‌های دلگیرشان احتمالاً کسانی در آنها زندگی می‌کردند. دو خانه دیگر با سر و وضع مشابه نیز در کنار آنها بودند. پشت یکی از آنها انبار قله فروریخته‌ای بود که علف‌های کهنه تیره‌رنگ مانند دل و روده ورم کرده از لابلای تیرک‌هایش بیرون زده بود. نیل با دیدن این محل با خوشحالی فریاد زد ولی توقف نکرد. چه تسکینی، حالا میفهمم. ممنونم. از من؟ برای اینکه اجازه دادی بهت رانندگی یاد بدم به من آرامش داد. و گریس گفت واقعا اینطور آرام کرد؟ نیل گفت شک نکن. نیل لبخند میزد ولی به او نگاه نمیکرد. سرگرم نگاه کردن به اطراف و آن سوی کشتارهای کنار جاده بود. او تقریبا داشت با خودش حرف میزد. خودش است، باید خودش باشد، الان معلوم میشود. و همینطور ادامه دادن تا به راهی رسیدن که پیچ می‌خورد و از میان کشتارها رد می‌شد و از کنار صخره‌ها و دسته‌های سرو کوهی می‌گذشت. ته این جاده خانه‌ای بود که سر و شکلش فرق چندانی با بقیه خانه‌های دکده نداشت. نیل گفت خب این خانه اینجا جایی است که نمی‌توانم تو را با خودم ببرم. 5 دقیقه هم طول نمی‌کشد. اما بیشتر طول کشید. گریس در سایه در ماشین نشست. در خانه باز بود، فقط در توری باز بسته بود. توری وصله شده بود. مفتول تازه در میان تور قدیمی بافته شده بود. هیچ کس حتی یک سگ هم نیامد که به او سری بزند. و حالا که اتومبیل متوقف شده بود، سکوتی غیر طبیعی لحظات را پر می‌کرد. این سکوت غیر طبیعی بود، زیرا در چنان بعد ظهر داغی انتظار می‌رفت وزوز و جیرجیر حشرات در علف‌ها و بوته‌ها به گوش برسد. در چنین مواقعی با اینکه آنها دیده نمی‌شوند، به نظر می‌رسید صداهایشان را از هر چیزی که از زمین رشد کرده تا دوردست افق بلند می‌شد. اما خیلی از تابستان گذشته بود و شاید برای این چیزها دیر شده بود. آنقدر دیر که حتی صدای غازهای وحشی در مهاجرتشان به جنوب هم شنیده نمی‌شد. به هر حال او هیچ صدایی نشنید. به نظر می‌آمد که اینجا آنها بالای دنیا هستند. کنارهای علفزار از هر طرف رو به پایین رفته بود. در دوردست‌ها فقط نوک درخت‌ها پیدا بود، چون روی سطح پستری رویده بودند. آدمی که نیل برای دیدنش آمده بود چه کسی بود؟ چه کسی در این خانه زندگی می‌کرد؟ یک زن؟
بعید بود زنی که او خوشش بیاید در چنین محلی زندگی کند، اما در چنین روزی گریس باید انتظار هر چیز عجیبی را میکشید. هر چیزی. زمانی اینجا خانه آجری بوده است، اما دیوارهای آجری را کم کم کنده بودند و دیوارهای لخت چوبی زیر آجرها نمایان شده بود. آجرهای کنده شده دیوار در حیاط روی هم تلمبار شده بودند، شاید برای فروش، و آجرهای باقی مانده روی دیوار مقابلش خطی اوریب را تشکیل میداد، مثل ردیفی از پله‌ها. و گریس که کار دیگری برای انجام دادن نداشت، به عقب تکیه داد که آنها را بشمرد. او این کار را احمقانه ولی با جدیت انجام میداد، همونطور که معمولا گلبرگ‌های یک گل را میکنند، ولی نه با کلماتی به صراحت: دوستم دارد، دوستم ندارد، خوش اقبالم نیستم، خوش اقبالم نیستم. این تنها چیزی بود که جرأت میکرد به زبان بیاورد. به این نتیجه رسید که دنبال کردن آجرهایی که زیگزاگ کنار هم قرار گرفته بودن کار راحتی نیست، علی خصوص که بالای در ردیف آجرها صاف شده بود. و ناگهان اون کشف کرد چه چیز دیگری میتوانست باشد. مخفیگاه قاچاقچی الکل به یاد قاچاقچی شهرشان افتاد، جایی که با عمو و زن عموی زندگی میکرد. پیرمردی شکسته و لاغر، عبوس و بدگمان، شبهای هالووین او با تفنگ شکاری روی پله‌های جلوی خانهش می‌نشست. او روی تک تک هیزم‌هایی که کنار در خانهش توده کرده بود با رنگ شماره گذاری می‌کرد تا اگر یکی از آنها دزدیده شد بفهمد. گریس او را یا این یکی را تجسم می‌کرد که در اتاق کثیف ولی مرتبش در گرما روی تخت سفری یا نیمکتش چرت می‌زد. گریس میتوانست از روی توری وز شده بفهمد که اتاقش باید مرتب شود، تختی که جیر جیر میکند و با لحاف لکه‌داری پوشانده شده است، لحافی که زنی در زندگیش بوده و حالا مرده، سالها پیش درست کرده بود. البته گریس هیچ وقت وارد خانه قاچاقی نشده بود، ولی در محله آنها دیوارهای جدا کننده زندگی شرافتمندانه از غیر شرافتمندانه نازک بودند و همین خاطر او میدانست آن طرف دیوار چه میگذرد. چقدر عجیب بود که گریس فکر کرده بود یکی از آنها بشود، یکی از خانواده‌های تروریس. فکر ازدواج با موری نوعی خیانت محسوب می‌شد، اما بودن در کنار نیل هم خیانت نبود، چون او هم خوشبخت نبود. او و گریس از چیزهای خبر داشتند که بقیه نمی‌دانستند. ناگهان به نظرش رسید که عمویش را جلوی در ورودی می‌بیند، خمیده و پریشان، طوری به او نگاه می‌کرد که انگار سال‌های سال از آنها دور بوده. مثلا اینکه قول داده بود به خانه برگردد، ولی قولش را فراموش کرده بود و بعد از این همه مدت او باید مرده باشد، ولی نمرده. گریس تقلا کرد که با او حرف بزند، ولی او گم شد. گریس داشت بیدار میشد، تکان میخورد. دوباره در ماشین کنار نیل در حال حرکت در جاده بود. او با دهان باز خوابش برده بود و حالا تشنه بود. لحظه نیل به طرفش برگشت و با وجود بادی که در اطرافش میوزید، گریس بوی ویسکی تازه را احساس میکرد. بیدار شدی؟ وقتی برگشتم حسابی خواب بودی. ببخشید که دیر شد، مجبور بودم کمی خوشوبش کنم. مسانه در چه حال است؟ در واقع این مسئله ای بود که وقتی منتظر نیل بود به آن فکر کرده بود. توالتی هم پشت خانه دیده بود، ولی خجالت کشیده بود که پیاده شود و به آنجا برم. نیل گفت فکر کنم اینجا جای خوبی باشد و ماشین را نگه داشت. گریس پیاده شد و به میان گل‌های زرد رنگ کوین آن و مینای وحشی رفت و چمباتمه زد. نیل هم در میان گل‌های طرف دیگر جاده پشت به او ایستاد. وقتی گریس به داخل ماشین برگشت، کنار پایش بطری مشروب را دید که یک سوم آن به همین زودی خالی شده بود. نیل متوجه نگاهش شد. نگران نباش، فقط کمی را در این ریختم. او قمقمه‌ای را در دست داشت. موقع رانندگی اینطوری راحت‌تر است. کف ماشین یک کوکاکولای دیگر هم بود. نیل به او گفت که در جعبه داشبورد می‌تواند بطری بازکن را پیدا کند. گریس با تعجب گفت خنک است. یخدان، آنها در زمستان یخ را از روی دریاچه می‌کنند و لای خاک اره می‌کنند. آنها را زیر خانه نگه می‌دارند. گریس گفت فکر کردم عمویم را دم در ورودی آن خانه دیدم، ولی خواب می‌دیدم. می‌توانی در مورد عمویت برام حرف بزنی؟ بگو کجا زندگی می‌کنی؟ راجع به شغلت بگو. هر چی، فقط دوست دارم برایم حرف بزنی. قدرتی دوباره در صدایش و تغییری در صورتش حس می‌شد. این مربوط به گرمای دیوانه‌وار مسی نبود. مثل این بود که او مریض بوده. مریضی وخیم نه، فقط افسرده و بی‌حال و حالا می‌خواست نشان دهد که حالش بهتر است. در قمقمه را باز، آن را پایین گذاشت و دستش را به طرف گریس دراز کرد. آرام دست او را گرفت. دوستانه، گریس گفت او خیلی پیر است. در واقع او عموی مادرم است. او بافنده صندلی حصیری است، یعنی پشتی حصیری صندلی را می‌بافد. نمی‌توانم برای توضیح بدم، ولی اگر صندلی داشتیم که پشتیش را ببافیم می‌توانستم نشانت دهم. من که صندلی نمی‌بینم. گریس خندید و گفت کار کسل کننده ای است، واقعا کسل کننده. خب راجع به چیزی که برای جالب است حرف بزن. چیز جالب؟ چه چیز برای جالب است؟
تو. اوه چه چیز من برای جالب است. دستش را کنار کشید. گریس قاطعانه گفت کاری که الان میکنی علتش. نیل گفت منظورت مشروب خوردن است. این که چرا مشروب میخورم؟ در قمقمه رو دوباره باز کرد. خب چرا از من نمیپرسی؟ برای اینکه میدانم چه جوابی میدهی. خب جوابش چیست؟ چه میگویم؟ تو خواهی گفت چه کاری دیگری میشود کرد یا چیزی شبیه این. او جواب داد درست است، تقریبا همون چیزی است که من ممکن بود بگویم. خب بعد تو سعی میکنی به من توضیح بدهی که چرا اشتباه میکنم. گریس گفت نه چنین کاری نمیکنم. به محض اینکه این را گفت بدنش یخ کرد. تا قبل از آن خودش فکر میکرد جدی حرف میزنه، ولی حالا فهمید که انگیزش این است که او را تحت تاثیر قرار بدهد، که به او نشان بدهد که خودش هم به اندازه او بی‌قید است و این مسئله او را متوجه حقیقت ساده کرد. هیچ امیدی نبود. این حقیقت محض منطقی و ابدی بود. حالا که میتوانست حقیقت را ببیند متوجه شد که این حقیقت اصلا آرامش بخش نیست. نیل گفت نمیکنی؟ نه تو چنین کاری نمیکنی؟ مایه آرامش است. تو مایه آرامش گریس. بعد از مدتی گفت میدانی من خوابم میاد. به محض اینکه جای خوبی پیدا کنم میزنم کنار و کمی میخوابم. فقط کمی. اشکال ندارد؟ نه فکر میکنم که باید همین کار رو بکنی. تو مراقبم خواهی بود؟ بله خوب است. جایی که انتخاب کرد در شهر کوچک به نام فورچن بود. در حومه آن کنار رودخانه پارکی بود که محوطه شنی مخصوص اتومبیل‌ها داشت. او صندلی را خوابان و فوراً خوابش برد. به همین زودی غروب شده بود و یادآور می‌شد که تابستان تمام شده است. کمی قبل مردم اینجا پیکنیک روز شکرگزاری برپا کرده بودند. هنوز هم از منقل دود بلند می‌شد و بوی همبرگر هنوز در هوا حس می‌شد. این بو گریس را گرسنه نکرد، فقط به یادش آورد که در شرایط دیگری الان باید گرسنه می‌بود. بعد از آن همه توقف و آن درس رانندگی همه تنش خاک‌آلود شده بود. پیاده شده و زیر شیر آب دست‌ها و صورتش را تا جایی که می‌توانست شست. بعد در حالی که مراقب پای مجروحش بود آرام به لب رودخانه رفت و دید که چقدر کم عمق است و شاخه‌های نی که از سطح آن بیرون زده‌اند اختاری در پارک نصب شده بود که ناسزا نفرین و سخنان مبتذل در این مکان ممنوع است و مورد تنبیه واقع خواهد شد. او تاب‌ها را که رو به غروب بودند را امتحان کرد. به تاب دادن خودش به آسمان صاف نگاه کرد. سبز ملایم، طلایی کمرنگ و صورتی تند در لبه افق. هوا داشت سرد می شد. فکر می کرد باید منتظر تماس باشد. تماس لبها، زبان، پوست، تن، برخورد استخوان‌ها، التهاب، اشتیاق و غیره. ولی الان اصلا دنبال چنین چیزی نبود. گریس عمق او را دیده بود. انقدر عمیق که اگر چنین کاری کرده بود هیچگاه حاصل نمی شد. آنچه گریس میدید پایان بود، مثل اینکه لبه دریاچه تاریکی باشد که تا بی نهایت امتداد دارد. آب سرد صاف، مثل نگاه کردن به آب تاریک سرد و بی موج و دانستن این بود که چیز دیگری وجود ندارد. به خاطر مشروب نبود. مشروب یا نیاز به مشروب مثل بقیه چیزها فقط ذهن او را منحرف میکرد از چیزی که در تمام مدت در انتظارشان بود. هر چه که بود او به ماشین برگشت و سعی کرد او را بیدار کند. او تکان خورد ولی بیدار نشد. بنابراین گریس باز هم قدم زد تا گرم شود و تمرین کند که راحت تر روی پای مجروحش قدم بردارد. حالا بیاد می آورد که باز هم باید کار کند و صبح باید صبحانه صرف کند. یک بار دیگر امتحان کرد و قاطعانه با او حرف زد. او زیر لب زمزمه کرد و قول داد ولی دوباره خوابش برد. وقتی هوا کاملا تاریک شد گریس دیگر ناامید شده بود. وقتی سرمای هوا به تنش رسوخ کرد حقایقی دیگری برای او روشن شد. اینکه آنها نمیتوانستن اینجا بماند، که به هر حال آنها در این دنیا زندگی میکردن، و اینکه گریس باید به بیلز فالز برمیگشت. با کمی سختی توانست او را از روی صندلی دیگری بکشاند. اگر اینطوری بیدار نشد مسلم بود که هیچ چیز دیگری نمیتوانست او را بیدار کند. کمی طول کشید تا گریس کشف کند که چطور باید چراغ‌های ماشین را روشن کند. بعد آهسته و با تکان‌های زیاد اتومبیل را به جاده برگرداند. گریس اصلا نمیدانست به کدام طرف باید برود و یک نفر هم در خیابون نبود که از او بپرسد. او فقط به راندن به طرف دیگر شهر ادامه داد و خیلی خوششانس بود که آنجا تابلوی مسیر بیلز فالز و جاهای دیگر را نشان میداد. فقط 9 مایل راه بود. او در بزرگراه دو بانده با سرعت حداکثر 30 مایل در ساعت رانندگی میکرد. ماشین های زیادی در رفت آمد نبودند. یکی دو بار ماشین هایی که رد میشدن برایش بوق زدن. اون هم برای ماشین های کمی که میدید بوق میزد. مورد اول احتمالاً به این خاطر بود که او خیلی آرام می‌رفت و مورد دوم به این خاطر که او نمی‌دانست چطور نور چراغ‌ها را کم کند. او اهمیتی نمی‌داد. اگر توقف می‌کرد نمی‌توانست دوباره شجاعتش را جمع کند و راه بیفتد. فقط باید همونطور که او گفته بود به راهش ادامه می‌داد.
در ابتدا نتوانست بلیس فالز را تشخیص دهد، چون هیچ وقت این گونه واردش نشده بود. وقتی آن جا را پیدا کرد بیش از تمام این 9 مایل ترسید. رانندگی در مسیر ناشناخته قابل پذیرش بود، اما عبور از دروازه آشنای هتل خیلی فرق داشت. وقتی گریس اتومبیل را در پارکینگ نگه داشت او بیدار بود، اما اصلا از اینکه آنجا بود یا کاری که گریس کرده بود متعجب نشد. او به گریس گفت که در واقع چند مایل قبل از صدای بوق بیدار شده بود، ولی تظاهر کرده بود که خواب است، چون خیلی مهم بود که او را وحشت زده نکند و اینکه به هر حال نگران نبوده است، چون میدانسته که گریس موفق میشود. گریس پرسید که آیا الان به اندازه کافی سر حال هست که اتومبیل را براند؟ کاملا هوشیار، حسابی سر حال. از گریس خواست پایش را از صندل بیرون بیاورد. سپس در چند نقطه آن را فشار داد و او را آزمایش کرد و گفت خوب است، نه داغ است و نه ورم کرده. بازویت به خاطر آمپول درد می‌کند، امیدوارم بعداً درد نگیرد. او گریس را تا در هتل برد و برای همراهیش از او تشکر کرد. گریس هنوز از اینکه سالم رسیده بود متحیر بود، اما اصلا متوجه نبود که وقت خداحافظی است. در حقیقت حتی تا به امروز گریس نمی‌داند که آیا این حرفا واقعا گفته شده یا اینکه او فقط گریس را گرفت، بازوهایش را درو حلقه کرد و او را محکم در آغوش کشید، یا با چنان فشار ممتد و متغیری که انگار از پیش که انگار از بیش از دو بازو استفاده می‌کرد. طوری که گریس محاصره شده بود، بدنش محکم و سبک بود و در آن واحد هم طلب می‌کرد و هم انکار. به او میگفت که اشتباه میکند، که او را ترک میکند، هر چیزی امکان پذیر است، و دوباره میگفت که اشتباه نکرده و او فقط میخواست لذتی ببرد و برود. صبح زود مدیر مسافرخانه در خوابگاه را زد و گریس را صدا کرد. کسی پشت خط است؟ لازم نیست بیدار شوی، فقط میخواستند بدانند که تو اینجا هستی یا نه. من گفتم میایم و چک میکنم. خیلی خوب. گریس فکر کرد باید موری باشد، مطمئناً یکی از آن خانواده و به احتمال زیاد خود موری بود. حالا باید با موری روبرو میشد. وقتی با کفش ورزشی که بندهای یکی را شل بسته بود برای سرو صبحانه پایین رفت، خبر تصادفی را شنید. در راه دریاچه ثابت ماشینی به پایه پل اصابت کرده بود و در جا له شده بود. ماشین کاملا مچاله و سوخته بود. هیچ ماشین دیگری در کار نبود و هیچ مسافر دیگری هم نبود. است. راننده باید از روی سوابق دندانی شناسایی میشد. شاید هم تا الان شناسایی شده باشد. مدیر گفت راه مزخرفی برای خودکشی است. بهتر است آدم گلوی خودش رو ببرد. آشپز که ذاتاً خوشبین بود گفت ممکن است تصادف بوده باشد. شاید خوابش برده است. آره شاید. حالا بازوی گریس درد میکرد، طوری که انگار ضربه سختی خورده بود. نمیتوانست تعادل سینیش را حفظ کند و مجبور شد با هر دو دست آن را بگیرد. لازم نشد رو در رو با موری مواجه شود. موری برایش نامه‌ای نوشت. فقط بگو که او مجبورت کرد. فقط بگو که دلت نمیخواست بروی. او در 5 کلمه جواب داد. من خودم میخواستم که بروم. میخواست اضافه کند که متاسفم، اما جلوی خودش را گرفت. چند روز بعد آقای تروریست برای دیدنش به مسافرخانه آمد. او مؤدب و تاجر معاب بود، محکم، آرام و تا حدی مهربان. این موقعیتی بود که باعث می‌شد این مرد به خودش بیاید، مردی که می‌توانست مسئولیت کارها را به عهده بگیرد، می‌توانست مسائل را جمع جور کند. او گفت که خیلی ناراحت کننده است، همه آنها خیلی غمگین هستند، ولی احتیاط به الکل چیز وحشتناکی است. و اینکه وقتی حال خانم تورس کمی بهتر شد، او را به سفر به جای گرم می‌برد. بعد گفت که باید برود چون خیلی کار دارد. وقتی برای خداحافظی دست می‌داد، پاکتی را در دست گریس گذاشت. هر دو امیدواریم استفاده خوبی از آن کنی. چکی 1000 دلاری داخل آن بود. گریس فوراً فکر کرد که آن را برگرداند یا پاره‌اش کند. هنوز هم گاهی فکر می‌کند چنین کاری شایسته‌تر بود، اما در عمل نتوانست چنین کند. در آن روزها این پول برای شروع یک زندگی جدید کافی بود. خب دوستان، این بود داستان پاییز داغ از آلیس مونرو، مترجم خانم شیرین احمدزاده، از کتاب کافه پاریس از انتشارات کوله‌پشتی. ممنونیم که تا اینجا به ما گوش دادین و کتاب من رو حمایت کردین. امیدواریم که از این داستان خوشتون اومده باشه. خانم آلیس مونرو یک نویسنده مشهوری هستن که چندین کتاب مشهور دیگه هم دارن. یکیشون همین داستان پاییز داغ بود که براتون اون رو خوندیم. خب به ما حتما بگید که
وقتی این داستان رو شنیدین چه چیزی رو برداشت کردین از این داستان، و حتما برای ما تو کامنت ها این مسائل رو به اشتراک بذارید. خیلی خوشحال میشیم که باهاتون در مورد این مسائل صحبت کنیم و با هم در گفتگو باشیم توی کامنت ها. ممنونیم که کانال خودتون یعنی کانال کتاب من رو تماشا کردین و متشکریم ازتون. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم حتما بزنید تا ویدیوهای بعدیمون رو براتون بیاد و ببینید، و امیدواریم که دوستشون داشته باشید. سپاسگزارم.